تلویزیون اسلامی شنیدم. بله. خب راستی گپش یک گپ تحوان بود. یا گپ چی؟ میکنه که آدم ازار را میکنه، اسلامی میکنه، تو برای کفر بسابه چی بگویده برای اسلام بته، بگو برای یک مسلمان برسن. خوی نمی من بیرین بیرینده عزیز اینمی منطقش بود، اینمی منطقش هم هست. اترست که یک تعداد از دین فروش ها هستن که اینمی گپ ها اینا رو به تزلزل مندازه که دوکان های دینشان بسته شمنه. همین گپ به گفته شما امروز امریکا به می مهاجرین افغانی کمک میکنن، این گپ به اسلام و غیر اسلام چی مربوط است؟ قربان از او خدا شوم که باید به برنامه اسلامی، به کدام برنامه اسلامی کمک کنم؟ خب میفهمید که مغریزین هستن. برادر بفرمایید. فهمیدم که جایدان اینجا من قدی خانه میشته بودم راستی هم به تعجیب برای ما گپ از ایمانم شد. خود خودت میخونی که در اروپا هر رفت مردم آمده ایتونیست که در اروپا که زندگی کرد کلش مردم ایسی وادار آمده هر رقم مردم که بگی بیخی هم ما شما میگیم نمو رمچاران هم اتا آمده فهمیدیم و او گپ زدن خود نمی خواهم اگه گپ چی رقم بزنن امشه جان. بله تشکر. و ما خود ما اترکستیم اینا ما فضل خدا بسیار فامیلی هستیم اینا بعض وقت ما خود ما کمک میکنیم یا از خدا واسه که 10 پوند و 50 پوند و 100 پوند رو مذاکرات که افغانستان میره و نمیره به مخایمه خودشان برده و کمک کردن. خدا خیرتان بده. بعد از پروگرامتان به این نمبر تان زنگ بزنم دیگه خدا واسه که 10 پوند و 100 پوند در چقدر بود کمک کنم. خدا خیرتان. نشتر خود زمتان میخوایم. خدا خیرتان. میره بانی زنده باشین. یک دنیا تشکر میکنم. برادر عزیز در مسئله عزیز که برادر ما گفت که باید کمک ها به پروگرام اسلامی گو بیا هرچی که همون ترس تفکرشان هرچی ترس تفکرشان از باشه بر ما چونا همی رقم گپا پیش بر ما هم اهمیت نداره واقعا. در هفته گذشته خب مجبور میشم که وقتی که اینمینا زنگ میزنن و باز مجبور میسازن که ما گپ بذاریم، خب اینم مجبور میشم که بگویم یکی از هموطنهای ما زنگ زد که در می یکی از برنامه که صدای ناحق است که از این روی و شکل و از این زن نفرت و نفاق و بدبینی و کینه میباره در مورد او ملایی که در مابین مزار شریف اهانت کرده بود به حضرت پیغمبر آمده بود بر من بینیدا زنگ داده که رادی به من تبصره کرده تو چرا نرفتی یخن ملا رو نگرفتی که یخن من بگیری؟ به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه دوکاندار دین هستی. با خدا کسانی که در برنامه صدای ناحق او علما و او کسایی که زنگ میزنین و راجع به اسلام تبلیغ میکنین باید بفهمین که شما به خاطر اینمی زن نام هر کدامتان بد شده. من خود در این جامعه هستم، من در بین مردم هستم، من میبینم که مردم به مقابل شما چی میگن. باز من میگم نه، اونا رایشان علایده است. این زنی که طالبه و ملاچک است اینا ای رایش علایده است که فکر میکنه که الا پیغمبر بار چیز دگه فکر میکنه که پیغمبر عزیز الا خدا رو چیز خدا از ما هم است، از تو هم است، از رضا هم است، از آقای مسکینیار هم است، از تمام این نمی بیننده هایی که در سر تا سر دنیا شده خدای همگی ماست. خداوند تو یک نسخه رو نشته نکرده، بر تو روان نکرده که تو ملاچه تو نماینده خداستی. گپ زدن تا باید یاد بگیری، برنامه هایی همیش تکراری، همیش صحبت هایی که شروع میکری تکراری. فقط منتظر پروگرام هستی که مردم چی میگه، در پروگرام ها چی گفته میشه که باز بیایی اون ازمون پکپ کنی و بیایی برنامه در سازی در مورد از این ملا. این ملا یک دوکاندار دین بود که اون دوکانش بسته شد. تو چی خبر؟ یک نفر دیگام در وبسایت وزین افغان جرمن آنلاین به نام سالم سلامت که من فکر میکنم یک آدم ناسالم ناسلامت است، این در مورد من یک مکتوب نوشته کرده یا یک نامه نوشته کرده در وبسایت مانده، از من توضیحات خواسته. بر من بینندای عزیزی نوشته کرده که اگر تو به کدام دین دیگر رفتی شما ببینین من چی کردم. من در مابین تلویزیون آمدم، این دین فروشی که در مزار بود که شما خبر دارین که در مابین زندان به امر والی بخ رفته، این دین فروش تمام علمایی که در مزار شریف است اینا هم مگیشان استاد شدن که ما تناب بندی شدن از این کار نداریم، این باید به سزای اعمال خود برسه که به حضرت پیغمبر اهانت کرده. و این سالم ناسلامت هر چیزی که در پشتر بوتا در پشتر درختا پت شده
که قلم میگیره و یاسرایی میکنه در موبایل وبسایت نشته کرده، والا تماسایی که من در مزار گرفتم همچون ملای وجود نداره. برو یک دفعه در مزار مسافرت کن ببین که از در تلویزیونای مزار نشر شده. تو چرا دروغ میگی؟ اولی کمی دروغ میگین خداوند در امو بالا طرفتان طرف قلبای پر از کینه‌تان نگاه میکنه. بعد از این نشته کرده بر من که اگر با کدام دین دیگه رفتی با کدام دین دیگه مشرف شدی، اموری لطفا با بسیار شامت و جرأتی که داری بیا بگو. چطور جرأت میکنین که بر یک نفر هم چیز رو نشته میکنین؟ و یک مسئله دیگر است که مرا با تلویزیون علایاری و تلویزیون برنامه علایاری یا کیز من هم اشناسم و علبایت کلام تلویزیون مرا امروی از اونا مخایسته کرده، گفته با او تلویزیون و با او برنامه ساد چی با تجیه شده. یا یک گپ مزخرف دیگه هم زده، یا وسرهای بسیار در قلم بیمعنایی داره که نشته کرده. بینندهایی که مگر در وبسایت افغان جرمن آنلاین که نویسندهایی هستن، روشن فکرهایی هستن، فرنگیهایی هستن که اینا در موبایل مقالات نشته میکنن که واقعا آدم کیف میکنن، چقدر برای آدم معلومات میدن. در بین اون یک آدم یا وسرهای پیدا میشه و به نازمو هم وطنهایی را که با مشت آهنین هم به دهنش دادین و هم به قلمش دادین. به خاطر که شما حق میگین امروز اگر بیایم راجع به همین مسئله که مسئله همین آدم ملایی که در مابین مزار شریف همچه اهانت به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده بود، ایوازی که یخن از رو بگیرن آمدن یخن مرا گرفتن، دیگه کسری همین ملاچه که در همین تلویزیون صدای ناحق داره، این همین ملاچه طالبه رو میگم. رضا جان خنده کردی؟ خود رضا جان من طالبه رو میشناسی دیگه و هر کس کریسچن میسازی تو از خانه کس راستی یک گفت دیگه همین ملاچه میزنه. گذشته های ننگین، گذشته های ننگین کیره میگی؟ با خدا چهار بیننده چهار مرد بر ما تلفن کرده و این چهار مرد گفته که یک بار توی سر این ملاچه برنامه تا بگی که ما کش شناخت بسیار از نزدیک تنگ و تنگ داریم که باز ما بیاییم برش بگوییم. استاد کنین دیگه، استاد کنین، به خاطر امو خداوند استاد کنین. شما حق قدیر ندارین که یک این ملاچه آمده یک رقم میخوای که مسلمان ها رو کنترول کنه. برو گم شو، گفته ایرانیا تو کی هستی که میخوای کس رو بیایی کنترول کنی؟ بر ما وقتی که آقای کی بود که زنگ زد که در مابین برنامه خود باز بر 15 دقیقه اول راجع به من یاوه‌سرایی کرده، گفته والا علمای دین همه گیتون به مقابل این زن استاد شوین. علمای دین خب چرا عالم دین شده؟ اونا چرا بر گفته تو کنن؟ اونا از خود عقل دارن. تو خود نیستی که یک زن بیعقل ساده خداستی که اینم اینجا میایی فقط چتیات میگی، چتیات چرندیات میگی. و این من مجبور میشم که وقتی یک نفر زنگ میزنه و میگه کمک در برنامه اسلامی شوه، من مجبور میشم که بگویم که او برادرها و خواهرای مسلمان در همچو برنامه ناحق تمام علمایی که صحبت میکنن اونا رو یک طرف بانین، قرآن عظیم و شانه یک طرف بانین، این زن برامو چند دقیق صحبت میکنن ناحق است و می برنامه چرا کمک میکنین؟ شما با گناه داخل میشین، این رو باید بفهمین. ما بعد از این بینندای عزیز هر کسی که راجع به ما در هر برنامه، یک برنامه دیگر هم گفتن که راجع به ما در روز